به بالا امتحان میگیریم. آه نه، در واقع این کار به نفع خودتونه و نمراتتون روی تخت اعلام خواهد شد. لازمی بزنی روی تخت خانم گاردی؟ بله بیلی، اینطوری هم از پیشرفت هم کلاسیاشون مطلع میشن. ولی خب همه میفهمن که من چقدر خنگم. تو اصلا خنگ نیستی بیلی، فقط تنبلی، مثل بعضی دیگه تو کلاس که من اسمشون رو نمیبرم ولی خودشون میدونن. باید بگم این امتحانات مقدماتی شما رو برای امتحان اصلی در پایان ترم آماده میکنه. امتحان دو روز خواهد بود، آخرین چهارشنبه و جمعه، و نتیجهش مشخص میکنه که به کلاس بالاتر میریم و یا میمونی. میتونی بریم. اندرو باید با تو صحبت کنم. بله برای تو یکی از بدتری نبود، خجالت کشیدم. معلومه تو چه شده؟ نمیتونم، میخونم. خودتون که میبین. بله میبینم کتابت بازه، ولی نصف اوقات تو رویایی و چشات یه جای دیگه است. لازمه که درساتو جدی بگیری، روی درسات تمرکز داشته باشی، درست مثل آلبرت. آلبرت زیاد درس نمیخونه مامان، فقط براش آسونه. خب حالا که برای تو آسون نیست، باید بیشتر و سخت‌تر تلاش کنی. بله مامان. و بهترین وقت برای شروع حالا، درسته؟ بله مامان. یه راست میری خونه و مشقاتو مینویسی قبل از بازی و قبل از هر کار دیگه. شما نمیای؟ شما نمیاین. شما نمیاین. یکم دیگه باید از فروشگاه خرید کنم، بعد میام خونه. باشه. کاش که بابا هیچ وقت معلم نشد. نمیشد. تو فکر زنبورات باش، چرا به خود شیرین؟ خواستم کمکی کرده باشم. بعضی کافی توی خونه بهم کمک میشه، ولی چون پسر خانم معلمم باید برای بقیه الگو باشم، همیشه بهم فشار میاره. خب میخواد تو از همه بهتر باشی، چه باید بیشتر درس بخونی؟ تو هم که حرفای مامانمو میزنی. خب لورا راست میگه اندی، من که هر وقت میشه دارم میخونم. اصلا کی نصیحت تو رو خواست؟ برای چی هولم میدی؟ چون کاری میکنی که برای خنگ به نظر برسم، بین من و مامانمو به هم میزنی. تصویر آلبرت چیه که باهوشه؟ چیه میخوای دعوا کنی؟ بس کن اندرو گاردی، من با تو دعوا ندارم اندی، تو دوست منی. من که دیگه نمیخوام دوست تو باشم. همش داری خود نمایی میکنی. بذارش به حال خودش، بعدن خوب میشه. باش، امیدوارم. پینلی به هم گفت که میخواین از بچه ها چند تا امتحان بگیرید. بله از همین فرم و یه قوطی هلو هم بگیرید. میدونم که اگه پیشنهاد دوستانه‌ای داشته باشم ناراحت نمیشین. پیشنهاد جنبه انتقادی نداره. به نظر شما بهتر نیست به دانش آموزی که در امتحانات نهایی اول میشه جایزه ای بدین؟ بهتر بگین یه پاداش. فکر میکنم اینطوری دانش آموزان دیگه هم تلاششون رو بیشتر میکنن. من معتقدم آموختن یعنی آموزش دیدن خودش بزرگترین پاداشه. میتونه فقط چیزی مثل یه روبان آبی قشنگ باشه. البته خودم این هدیه رو میدم. جان تعجب نمی کنم اگه نلی من برنده بشه. دوست ندارم به دانش آموزا برای تلاششون رشته بدم. خانم گاروی، لازمه بهتون بگم من عضو هیئت امنای مدرسه‌ام. من تمایل دارم که معیارها بالا بره، بنابراین تصمیم به من اینه که به دانش آموز برتر برای تلاشش روبان آبی جایزه داده بشه. حالا که همه چی مشخص شد، چیز دیگه ای لازم نداری؟ نه، همین کافیه. میشه $1.07 لطفاً؟ آه راستی، نلی زمنان اینم به هم گفت که عمل کرده پسر شما اندرو تو مدرسه خیلی ضعیف بوده. واقعاً حیفه. بیشتر حیفه که وضعیت درسی ویلی شما به مراتب بدتر از اندروه. بله، تفلکی ویلی، اون به پدرش رفته. ولی دلم برای تو میسوزه عزیزم. واقعاً ناراحت کننده است که وضعیت درسی پسر خودت اینقدر بد باشه. این برای تو بد میشه. من حاضرم به اندی کمک کنم خانم گاروی. فکر کنم باید درگیر کمک به برادرت لیلی باشی. به لیلی که نمیشه کمک کرد، امیدی نیست. از لطفت خیلی ممنونم لیلی، ولی لازم نیست. اندی قول داده بیشتر تلاش کنه و بهتر بشه. روز بخیر. روز بخیر. خب واقعا محبتتو نشون دادی لیلی. خواستم مثل شما همسایه خوبی باشه. البته تعجب نمی کنم که نیلی من برنده بشه. واقعا که انگار هوا طوفانیه. گاهی تعجب می کنم هری تولسون با این کاری که می کنه چطوری تا الان زنده بود. دیگه چی کار کرده؟ میشه گفت کاری نکرده، در واقع چیز بی ربطی هم نگفته.
چیزی نبوده که خودم ندونم. ولی خب حالت گفتنشی که بده. بدبخت داری درست میگفت. چی رو درست میگفت؟ ضعیف بودنی درسای اندی توی مدرسه. اندی داره سعیشو میکنه. باید بهتر عمل کنه، خیلی بهتر. الان توی اتاقش داره درس میخونه. هم میدونی وقتی که سر معلم کلاس جز ضعیفا باشه چه حسی داره؟ چطور بهش کمک کنی؟ جانتان من وقت اضافی ندارم، باید ورقه صحیح کنم، درس روز بعد آماده کنم، کنارش باید به کارای خونه هم برسم. منم که نمیتونم کمکی رو کنم، فرصت نبوده درس خونم. نوی پیشنهاد کمک داد. خب چرا قبول نمی کنی؟ چون نمیخوام هریت از این موضوع لذت ببره. آلیس، باید ببینی کدوم اینو مهمتره، رضایت هریت یا درس خوندن اندی؟ معلومه که بیشتر به فکر درس اندیم. خب ببینم امتحان اولو چی کار میکنه. هرچی بیشتر سنگم مورم بچه من شب گرفتم. آسونه اگه درس خوندم بلد باشی. روز بخیر خانمه گردی. روز بخیر. میخوام چی کار؟ با نمرای خودم مشکل دارم. بیا بیا یه نگاه کن. میخوای نشون بدی شهر زیرنگی؟ زیرنگ چیه؟ پسر 54 شدی، از مالی مرم بدتره. آره نمیدونم خانواده بفهمن چی کار میکنم. هر دومون تو درد سری. آره میخوای بریم قورباغه بگیریم؟ یکم از فکرش میم بیرون. آره بیا بریم. چیزی که نیاز داری عادتهای خوب مطالعه است. میخوام یاد بگیرم. روحیه خوبیه. ولی خب نمیدونم چطور این کارو بکنم. بابا میگم یکی یادت بده. میتونم با آلبرت درس بخونم. اونو که اصلا حرفشو نزن. همش میرین ماهیگیری، قورباغه‌گیری و برگشتن. شاید هم به همین دلیله که نمره های آلبرت این دفعه افت کرده. کرر بده پسرم. به نظرم یه دانش آموز خوب برای درس خوندن میخواد. درسته و فعلا بهترین دانش آموز کلاس نلی اورسونه. نلی اورسون؟ شاید از برخی رفتارش خوشت نیاد. همینش ولی حقیقت اینه که اون بالاترین نمره ها رو توی کلاس میگیره. فردا بعد از مدرسه میبرمت فروشگاه تا باهاش هماهنگ کنیم. مجبورم برم. نمیخوام با نمره هایی که میگیری همچنان مایه سرشکستگی و خجالتم باشی. خب شامت بخور. باشه مامان. روز بخیر خانم اولسون. خانم گاروی کاری دارین؟ بله و برم سر اصل مطلب. به صحبتی که اون روز با هم داشتیم بیشتر فکر کردم. آو بله و اندی همچنان توی درساش مشکل داره. بله میدونم، نلی به هم گفته. حتما افتخار میکنید که نلی همه چیزو بهتون میگه. خب امروز هم پر والدینی هستن که اعتماد و اطمینان بچه‌هاش رو جلب میکنن. بله خب باید بگم اشتباه میکردم و پیشنهاد شما برای کمک نلی به اندی در درساش کاملا درست بوده. ناراحت نمیشین اگه من پیشنهاد نلی رو قبول کنم تا به اندی کمک کنه؟ آه نه اصلا ناراحت نمیشم، در واقع فرصتیه برای انجام یه کار خداپسندانه. خداپسندانه؟ بله فرصتی برای اینکه مستعد به ضعیف‌ترها کمک کنم. نلی عزیزم. بله مادر. هنوزم حاضری به درسای اندرو کمک کنی؟ البته خانم گاروی خوشحال میشم که کمکش کنم هر طور که بتونم. خب عزیزم اینجا کمکی نمیخوام، بهتر اندی رو ببری اتاق تا زودتر درساتون رو شروع کنی. چشم مادر. جالبه نلی من به پسر معلم مدرسش درس میده. عذر میخوام. مادرت احساس میکنه نمره های تو تحقیرش میکنه. حقا داره. من معمولا به کسی که نمیخواد به خودش کمک کنه کمک نمیکنم. ولی در مورد تو باید بگم دلایل خاصی وجود داره. میشه بپرسم دلایل خاص چیه؟ بعدا میفهمی. میدونی چطوری نمره های خوب میگیرم؟ فکر کنم درس میخونی و ذاتم باهوشی. نه تقلب میکنم.
تقلب میکنی؟ البته. خب چرا؟ باهوش باشی نباید این کارو بکنی. این کار هیچ ربطی به هوش نداره. کی میتونه چیزایی رو که میخوان حفظ کنه؟ فقط فکر شلوغ میکنه. دونستنش بعدها لازمت میشه. جغرافی میشه پیدا کرد، مثل کاری که مادرت برای تهیه درسای کلاس میکنه. دیدی که یادداشت داره، تو کلاس نگاش میکنه. نمیکنه؟ چرا؟ پس چطور انتظار داری ما بیشتر از اون بدونی؟ ولی تقلب. نمیخوام باهات بحث کنم. میخوای کمکت کنم؟ باش. اگه نمیخوای برو خونه و به مادرت بگو که نخواستی. اگه بگم تقلب میکنی چی؟ اون حرفتو باور نمیکنه، چون نمیتونی ثابت کنی. و منم میگم که داری دروغ میگی. به خاطر حسادت قضاوت نکن تا قضاوت نشوی. خب چی کار میکنی؟ صندلی رو بکش نشونت بدم. یه بعد از اون پیش ندی رفتن اینقدر فرق کنه. واقعا باید بهش تبریک گفت. و همینطور به پسرت. اندی؟ بله. یه دقیقه بیا لطفا. برای اینه که خیلی خوشحالم پسرم. و باباتم همین احساسو داره. آره درسته. تبریک میگم. حرف نداره. یعنی این ادامه داره؟ معلومه که داره. فقط تلاش میخواد. مگه نه؟ بله فکر کنم. نلی چطور درسه؟ چیزه درستو مینویسه. آدم یادش میمونه. یعنی به همین سادگی؟ پاداش اینه که شامل هیچ کاری لازم نیست بکنی. میتونی بری ماهیگیری، بری تفریح، هر چی که دوست داری. همینطور ادامه بده، بهت افتخار میکنم. ممنون بابا. میشه برگردم به اتاقم؟ درس بخونی؟ بله، امتحان داریم. آره، برو. کامل برای یکیتون و تقریبا کامل برای اون یکی و بقیه شما هم اکثرا دارین خوب پیش میرین. خوشحالم که قدری بهتر شدی آلبرت. ممنون خانم. همونطور که میبینین امتحان امروز جغرافیه و آخرین امتحان کلاس خواهد بود. آخرین امتحان هرچند وقتی میرم سلط بگیس بگر نبایست میشه بیز شک کنم. بسیار خوب، کلاس های اول تا سوم کتاب میخونین و بقیه هم آماده باشین برای امتحان. Thank you.
لورا حواست به ورقه خودت باشه لطفا. چشم خانم. برای چی داری اینقدر میخونی؟ احساسامو بهتر میکنم. این کار وقت تلف کردنه. مامانت سوالای امتحان اصلی رو در آورده یا نه؟ نمیدونم. حتما داره روش کار میکنه. امتحان اول چهارشنبه بعده. سوالا رو گیر میاری و برام کپی میکنی. نمیتونم. میتونی و این کارو میکنی. وگرنه به مادرت میگم که تقلب میکردی و بدترین کتک عمر تو میخوری. به علاوه تو به هم مدیونی. مدیون چرا؟ نشونت دادم چطور نمره های خوب بگیری. یادت رفته؟ فکر کردی برای چی بوده؟ فکر کردی همینطوری خواستم بهت کمک کنم؟ وقتشو تلافی کنی. پدر مادرت ازت راضی شدن. حتما میخوای همچنان ازت راضی باشن. نمیخوای؟ نمیدونم چطوری سوالا رو گیر بیارم. حتما اونا رو یه جای قایم میکنه. جاسوسیشو بکن. نمیتونم. چرا متوجه نیستی؟ این کارو میکنی. هنیز حاضری بریم؟ یه دقیقه سب کن جانتان. قلبی؟ بله. چی کار میکنی؟ درس میخونم. با منه پدری میری بریم شهر؟ نه مامان، بهتره درسامو بخونم. حالا دیگه زیاده روی نکن، شنبه روز تعطیلیه. بله، ولی چهارشنبه امتحان اصلیه، بهتره بمونم درس بخونم. باشه، میبینم ات. خدافز. خدافز. بخونم درسم بهتر میشه. تقلب میکنه و به منم یاد داد. بعد تهدیدم کرد که باید ادامه بدم. مامان به خاطر نمراتم خیلی شرمنده بود. حالا افتخار میکنه. همینطور بابام. توی عمرم اینقدر حالم بد نبود. به نظر من باید بهشون بگی. نمیتونم. بدترین حالتش اینه که تنبیه میشی. مایه ننگشون میشم. چه حسی داشتی اگه مایه خجالت پدر و مادرت بودی؟ من باید برم. این آخرین باره. لطفا به مامانم نگو. نمیگم. Thank you.
آوردی؟ اینجا نه. آه درست به موقع با شاگردت اومدی. آفرین دخترم. نویسی کنی؟ مال خودم تو خونه است و این بار آخره. خیلی خب بعدم میبینیم. نمیبینیم. چرا به نفعت ببینیم؟ بگرد جلو بچه های کلاس به مادرت میگم. منم به مادرت میگم. اون حتی یک کلمه از حرفای تو رو باور نمیکنه. برو خونه تون اندرو گاربی تقلبای خوب درست کن تا والدینت بهت افتخار کنن. عوض کن. باشه. امتحانت چطور شد؟ متوسط فکر کنم. الان میام. خیلی خوب. روز بخیر خانم. سلام بابا. امتحانت تو چطور شد؟ ولی من خوب شد. تو که امتحان ندادی. اگه امتحان میدیدم خوب میشد. کاملا درست میگی عزیزم. تو هم برو لباس عوض کن. تو چه شده که اینقدر تو همی؟ امتحانت بد شده؟ نمیدونم چطور شده. مهم نیست. مگه چی شده؟ بعضی رفتارا رو درک نمی کنم بابا. آبرت خوب درس نمی خونه چون می ترسه محبوب نباشه. صبر کن. تو چی داری میگی؟ فکر می کنه به خاطر زرنگ بودن بچه ها ازش ناراحتن. این چرنده. منم همینو بهش میگم. ناراحت نباش. باش حرف بزنم. بهتر قبل از اون با اندی حرف بزنیم. اندی دیگه چه شده؟ اون که خوب درس می خونه و نمره‌اش بهتر شده. بله میدونم و مشکل همینه. قول دادم به مامانش نگم. قول ندادی به منم نگی. به مامان و باباش میگی؟ بستگی داره چی باشه؟ در اصل نری وادارش کرده. خواسته به خواست مادرش عمل کنه. تقلب میکرده. نری هم تقلب میکنه و من میدونم چطوری. نری رو فراموش کن. من نگران هندی هم. میخواد چی کار کنیم بابا؟ نمیدونم. این در رو جا بندازم. بعد با هندی میریم ماهی گیری. گرفتی بکش بالا. این هم خوبه. یه بگی حالا کلی ماهی داری. تام خوب برای امشب. صدای قورباغه رو گوش میکنی؟ یاد بچگی هم افتادم. چقدر دوست داشتم شبا برم قورباغه بگیرم. مجبور بودم شبا دوزدکی برم بیرون. یادم یه دفعه تا صبح بیرون از خونه بودم. قبل از اینکه بقیه بیدار بشن برگشتم. نفهمیدم بیرون بودم. سر خوردم تو رخت خواب و هیچ کس هم هیچی نفهمید. ولی این تنها دفعه نبود که بهشون کلک زدم. اغلب بچه ها میزنم. بعضی وقتا تو کلاس غیبت میکردم. یاد گرفته بودم دستخط مادرم رو کپی کنم و بنویسم که چقدر حالم بد بوده. موضوع اینه که حس خوبی نداشتم. عذاب وجدان داشتم.
بعد یه روز جرأتمو جمع کردم به پدر و مادرم گفتم. پدرم کتکی زد که یادم نمیره، ولی از هیچی به اون اندازه لذت نبردم. وجدانم راحت کردم. فکر کنم کافی باشه آقای انگلز، بهتره برگردم. از آمیل تو آقای انگلز ممنون. خواهش میکنم. دیروز تا پایان روز نگه داشتم. نمیخواستم مانع درس خوندنتون برای امتحانات فردا بشه که حساب و زبان خواهد بود. واقعا راضی ام، بیشترتون نمرات خوبی گرفتین. و باید بهتون تبریک بگم. اگرچه یکی دو نمره پایینم داریم، ولی در جمع همتون خوب بودین. فکر میکنم امتحان نهایی که پیش از این گرفتیم نتیجه داده. دو نفرتون نمره کامل گرفتین و با هم برابرین. همینطور پیش بره احتمالاً باید یه روبان دیگه هم تهیه کنی. خوشحال میشم یه روبان دیگه برای برنده دوم اهدا کنم. ممنونم خانم اولس. خواهش میکنم. نمیخوام اثر بدی روی بقیه کلاس داشته باشه، ولی حتما میدونین چرا به دو شاگرد برتر افتخار میکنم. نری اولسون و اندرو گارمی. به هر دوتون تبریک میگم بچه ها. مامان ببخشید خانم گاروی. بلندی من سزاوار این تبریک نیستم. تقلب کردم در امتحان دیروز و بقیه امتحانایی که نمره خوب گرفتم تقلب کردم. متاسفم. واقعا دلم برات میسوزه. میدونم الان چه خجالتی داری میکشی. بهت حق میدم. خب نری جونم، بیا بریم خونه درسای امتحان فردا تو حاضر کن. بیا بریم خانم گاربی و پسرشو با این راز ناجوری که برملا شده تنها بذاریم. نمیدونی یا نمیخوایی به هم بگی؟ من میدونم. به مامانت میگی یا من بگم؟ فقط اون تقلب نکرده خانم گاروی، نری اولسانم تقلب کرده. اون یادش داده وادارش که از سالای امتحانو بدوزده. گفت اگه این کارو نکنه لاش میده. من و مادرت در برش بحث کردیم و خوشحالیم که بالاخره اعتراف کردیم. کاری که کردی شهامت میخواد، ولی اشتباه قبلی رو جبران نمی کنه. تنبیه هم می کنید؟ خب جوابش قدری سخته. وقتی فکر کردیم دیدیم من و مادرت هم توی ماجرا نقش داشتیم. انتظار زیادی ازت داشتیم به عنوان پسر معلم و فرستادن پیش نلی اولسون. از این اتفاق درس گرفتیم. تو هم درس گرفتی پسرم. بله بابا، دیگه تقلب نمی کنم. هیچ وقت. من بعد
اگه مشکلی بود میخوام بیای با ما حرف بزنی. الان نظرتون راجع به من چیه؟ تو فکر میکنی که چی میشه؟ نمیدونم. دوست داری؟ هیچی ما تغییر نمیده. تا بزرگ بشی مرتکب اشتباهاتی هم میشی. همه اشتباه میکن. دروغ و تقلق کار درستی نیست. میفهمی چی میگم پسرم؟ بله. فکر کنم بهتره منو تو سری به انبار بزنی. لازمه؟ چون نیست مامان. حالا بهتر میشه. چه عطری داره؟ چاله بنام؟ بله. من کار بدی کردم. من چی میپرسی؟ نمیدونم. وقتی گفتین یه سر تو انبار بریم فکر کردم میخوای صحبت کنین. بعد از عطر هوا گفتین. حتما من یه کاری کردم، درسته؟ خوب فهمیدی. تو همیشه خوب میفهمیدی. خب البته تا این اواخر. بله، نمره هم. آره، نمره هات. نظرت نسبت به تقلب اندی چیه؟ درست بوده؟ نه باید تقلب میکرد، ولی خوب شد که گفت. درسته. به نظرتون امکان داره یکی عمدن نمره پایین بگیره به خاطر بچه های دیگه؟ بله، فکر کنم ممکنه. آقا محتملم هست همین کار میکردی نه؟ درسته؟ بله. پس تقلب میکردی؟ من تقلب نکردم. تقلب انواع مختلف داره، بعضی از تقلب ها بدتر هم هستن. من متوجه نمیشم. چیزی که من از بچه هم خواستم اینه که همه تلاششونو بکنم، حتی اکثر سعیشونو در هر کاری که میکنم نشون بدم. تنها خواست والدین از بچه ها همینه. وقتی از توانایی و فکری که خدا داده استفاده نکنی تقلب کردی در برابر خدا و خودت. عوض میخوام بابا، از اینطوری بهش فکر نکرده بودم. پس دیگه اینطوری بهش فکر کن. و یه مطلب دیگه، تو دنیا چیزای مهمتری از محبوب بودنم هست، مثل رو راست بودن با خودت. فهمیدم. خب ظاهرن امتحان دارین نه؟ بله. پس من به عطر هوا میرسم تو برو درستو بخون. چشم بابا. لورا میشه لطفا برنامه ها رو پخش کنی؟ بله خیلی خوب. وقتی نهار برنامه ها رو صحیح میکنم و بعد از اون نتیجه رو بهتون اعلام میکنم. به نظرم هوا امروز گرم شده مگه نه؟ میکنم یکم هوای تازه بد نباشه. لیلی با اون کابشن گرمت نیست؟ نه خانم. تو چرا؟ انگار عرقم کردی؟ مریض که نیستی؟ آه نه خانم، من خوبم. آه دخترم، وقتی کسی ناراحته من متوجه میشم و تو الان ناراحتی. زود باش، درش بیار. نه خانم، من موازرش هستم. من مشکلی ندارم، خیلی گرم نیست. آه خیلی خوب، بهتر شد. خیلی خوب بچه ها، آخرین امتحان ترمو شروع میکنیم و امیدوارم همگی موفق باشید. نهارت لب نزدی؟ اشتاشو از دست دادی؟ ساکت! تو به مادرت گفتی مگه نه؟ اون که نگفت، من گفتم. بیا
عزیزم بیا بریم، وقتشه بریم روبان آبی تو بگیریم. بریم دیگه، زود باش. ممنون. همونطور که تو برگه هاتون میبینید همه تون واقعا عالی بودیم، ولی یه نفرتون فوق العاده خوب بوده و خوشحالم که نمره کاملم گرفته، و اون یه نفر آلبرت اینگلزه. کسی که برنده یه روبان آبیه. به تبریک میگم آلبرت. ممنون خانم. و خوشحالم که بگم بقیه شما هم همگی قبول شدین و بقیه روزا تعطیلین. خوش باشین. بیتی آیس گادی. بله خانم اولسون. خیلی مسخره است. اشتباه بزرگی رخ داده. امکان نداره که نلی من اول نشده باشه. من مطمئنم که شما برگر اشتباه سعی کردین. بله این امکان داره. با جوابا مقایسه میکنیم که اینجا نوشته شده، یعنی داخل کاپشن نلی، همون کاپشنی که سر تمامی امتحانا پوشیده، غیر از این آخری. اینجا گذاشتمش روی میز. روزتون بخیر. چی کار کردی دختر؟ یه سالی آبروی منو بردی. گفتی هر روشو به نمره بگی. دو 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 د